دست حلقات استخباراتی پاکستان و لشکر جنگبی در حمله امروز بر نمازگزاران در شهر کابل. ریاست امنیت ملی میگوید مهاجمان شهروندان پاکستانی بودند. یه چیزی وعده است که دشمنا تنها دشمنای وطن نیست، دشمنای دین است، دشمن مردم است. کشته شدن نزدیک به 100 کارمند شرکت‌های خصوصی و دولتی از سوی طالبان. سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهد تا دست از کشتار افراد ملکی بردارد. و سرنوشت نامعلوم قانون حق دسترسی به اطلاعات در شورای وزیران. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید حلقات در کاخ ریاست جمهوری در تلاش وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها هستند. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام، شما بیننده مهمترین ها از یک هستین. امروز پنج شنبه 14 سنبولی سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه به 5 سپتامبر 2013 میلادی. ما نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. ریاست عمومی امنیت ملی سازمان استخبارات پاکستان را بر دست داشتن در حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در شهر کابل متهم میسازد. این ریاست با پخش خبرنامه میگوید که حلقات در درون استخبارات پاکستان در تلاش ایجاد تفرقه میان مذهب های افغانستان هستند و میخواهند از این راه گذر دولت افغانستان را ضعیف سازند. دو هراس افغان پاکستانی که صبح امروز قصد حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در منطقه دشت برچی کابل را داشتند از سوی نیروهای امنیت ملی از پا در آمدند. نزدیک ساعت 4 بامداد امروز دو هراس افغان که مجهز با جنگ افزار بوده و لباس پلیس برتن کرده بودند بر مسجد امام حسن مجتبی در منطقه دشت برچی شهر کابل حمله کردند. ریاست عمومی امنیت ملی با پخش خبرنامه گفته است که این مهاجمان شهروندان پاکستانی بوده و پیش از آن که به هدف برسند از سوی کارمندان امنیت ملی از پا در آمدند. در این رویداد 3 نمازگزار نیز زخمی شدند. دو نفر مهاجمی که کالای پلیس جانشان بود واسکت نداشت، منتها تفنگ داشتن، سلاح داشت، تفنگچه داشت. یه چیزی وعده است که دشمنا تنها دشمنای وطن نیست، دشمنای دین است، دشمن مردم است. فقط هدف از آه امکانات مقدسه را نشانه گرفتن است. فقط در این بنه ها مردم را هیجانی میکنه، مردم را در ترس و وحشت میندازه. بانک غرب کابل از مناطق هم در شهر کابل به شمار می رود، اما فرماندهی مکتب حربی که مربوط به وزارت دفاع ملی است در نزدیکی مسجد امام حسن مجتبی موقعیت دارد. شاهدان عینی به این باورند که مهاجمان مسلح از این مسجد قصد حمله بر این آموزشگاه نظامی را داشتند. قبل این مسجد یک قطعه نظامی که هم نظامی تعلیمی است، نظامی کدام محاربی هم نیست، برای اولاد وطن هم تربیه میشه. اگر دفعش هم اونجا بوده باشد دو نفر بر لباس نظامی در جانش بوده و قصد حمله به مسجد داشته و از مسجد خطرناکتر است که روبروی مسجد همین حربه 16 ماست. و بازم ما از این نیروهای امنیتی پلیس خود تشکر میکنیم که حداقل در خبرنامه ریاست عمومی امنیتی ملی عامل این حمله به علاقات در دستگاه استخباراتی پاکستان نسبت داده شده است و نیز گفته شده که هدف آن ایجاد تفرقه میان مذاهب کشور است. با توجه به ماهیت مسئله چنین استنباط می‌گردد که دشمنان سعادت و آرامش مردم افغانستان که متشکل از حلقات معلوم الحال در دستگاه استخبارات پاکستان و پنجابی ها می باشند این بار سعی می ورزند تا به دوام کینه دوستی های ذلیلانه خیش صفحه جدید از مشکلات را برای مردم افغانستان گشوده و ملت شریف ما را تحت عنوان تفرقه بازی های مذهبی به جان هم انداخته و حس بی‌اعتمادی را به وجود آورند. این در حال است که یک روز پیش از این حمله ریاست جمهوری طالبان را به تلاش برای بدنام کردن اسلام متهم ساخت. اعلامیه در واکنش به ترور یک عالم دین توسط طالبان در ولایت غزنی منتشر شده است. اعلامیه تناقض آشکار را به گفته های چند روز پیش رئیس جمهور کرزی نشان می دهد. آقای کرزی اخیراً در دیدار با شورای علما گفته بود که طالبان از خود اختیار ندارد و در تماس با وی گفتند که از رویدادهایی که در افغانستان با آنها پیوند داده می شود بی خبرند. اما به راستی دلیل این همه تناقض گویی های رئیس جمهور درباره طالبان در چیست؟ نبود یک استراتژی مشخص سبب شده که دولت افغانستان در چند سال اخیر از یک طرف دشمن خود نشناخته و از طرف دیگر یا دشمن مردم افغانستان نشناخته و از طرف دیگر با سخنان ضد و نقیض به اصطلاح مواجه شدند. حالا اگر طالب ها
برادر ما هستن و گفته جناب رئیس به جمهور، پس عملیاتی که صورت میگیره ای از ترافیکی است. تا اکنون حمله های زیادی در مساجد و اماکن مقدس در کشور با طالبان و سایر گروه های حراس افغان نسبت داده شده است. اما این نخستین باری است که حراس افغانان تلاش کردند تا بروی نمازگزاران شلیک کنند. طالبان امسال نزدیک به 100 کارمند شرکت های خصوصی و دولتی را در ولایت های کشور نخست‌ره بودند و پس از آن به گونه بی‌رحمانه کشتند. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که طالبان به منظور جلوگیری از پیشرفت و توسعه در افغانستان به دستور سازمان استخبارات پاکستان به کشتارهای بی‌رحمانه در برابر کسانی که نان آوران خانواده هایشان هستند اقدام کردند. در این حال سازمان ملل متحد از مخالفان مصالح دولت میخواهد تا از کشتار کسانی که هیچ گونه پیوند با سیاست ندارند دست بردارند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد. سر طالبا سلام میکنم. اونهایی که افغان هستن، اونهایی که وطن هستن، که عزیزای ما، بارها براتون گفتیم که پرده کت تر نیمش بودی، خانه بیگانه خانه بیگانه است، هیچ وقت از ما همیشه. و اما پاسخ طالبان به این خواسته ها، کشتار کسانی که نان آوران خانواده هایشان بودند. این اعمال طالبان به دستور پذیری از سوی سازمان استخبارات پاکستان پیوند داده می شود. از انجام حمله های انتحاری تا این گونه کشتار کارمندان شرکت های خصوصی و دولتی در 6 ماهی نخست امسال که به بی‌رحمانه ترین اعمال این گروه در برابر مردم پیوند داده می شود، خشم وزارت احیا و انکشاف دهات و نهادهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. تلفات که متوجه مزدورترین قشر جامعه که برای نان‌آور فامیلشان هستند و برای توسعه افغانستان کار میکنند و فکر میکنند بدون تفکیک و تمیز در دهات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان، این آمار بسیار بالا گرفته. سالهای دیر است که طالبا کارمندای شرکت‌های خصوصی را بیشتر در ولایت‌های می‌کشند که این ولایت‌ها در دست حکومت است. در تازه‌ترین رویداد 6 کارمند برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت‌های میدان بردک و هرات از سوی این گروه کشته شدند. وزارت احیا و انکشاف باور دارد که این کارمندا هیچ پیوند سیاسی و یا نظامی نداشتند و مهندسان بودند که به خاطر دریافت لقمنان به ولایت های دوردست سفر می کردند. در 6 ماه نخست امسال 96 کارمند شرکت های خصوصی و دولتی که بیشتر آنان مهندسان بودند از سوی طالبان کشته شدند. بر بنیاد آمار وزارت احیا و انکشاف دهات در 1 ماه گذشته نزدیک به 50 کارمند شرکت های خصوصی باسازی ولایتی و دولتی از سوی این گروه کشته شدند که از این میان 6 تن آنان مهندسان برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات بودند. و بر بنیاد آمار وزارت امور داخله این گونه کشتارها از سوی این گروه در 6 ماه نخست امسال 10% افزایش را در تلفات غیر نظامیان نشان می دهد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل از مخالفان مصالح دولت می خواهد تا به کشتار کسانی که پیوند سیاسی و نظامی ندارند پایان دهند. ما ازشان تقاضا داریم تا مردم ملکی را بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی تعریف بکنند و در محافظت جان و مال از اونا تا حد امکان کوشش بکنن که متاسفانه این کار صورت نمیگیره. ربوده شدن افرادی که در معدنهای کشور کار میکنند بود دیگر نگرانی هاست. در 1 روز چند کارمند وزارت معدن در شاهراه کابل بامیان در ولسوالی تاله و برفک از سوی افراد مصالحی ناشناس ربوده شدند که این رویداد بیشتر به طالبان پیوند داده نمیشود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مجموع تلفات ملکی این افراد را بسیار خیلی آسیب پذیر می دانیم و تدابیر حتی قانونی و اجرایی در ارتباط ازیا باید روی دست گرفته شود تا که زندگی و محیط کاری ازیا مسئول باشد. این کارمندان در شاهراهایی که آنچنان حضور طالبان هم مشهود نیست کشته می شوند و مسئولیت تامین امنیت این کارکنان به وزارت امور داخله برمی گردد. جاهایی که اینا تقاضای مایی بوده که تهدید میشه امنیتشان و یا اینکه امنیتشان به خطر مواجه میشه، پیش از پیش به پلیس مراجعه بکنن، نیروهای امنیتی را با خود ببرن تا ما شاهد همچون حوادث دلخراش نباشیم.
سالهایی است که باشندگان کشور قربانی سیاست‌های حکومت و مخالفان حکومت می‌شوند. با باور نهادهای دفاع از حقوق بشر، این گروه از یک سو از امتیازهای حکومت و حتی جهان بهره می‌برند و از سوی هم به نبرد و کشتار می‌پردازند. تنش‌های قومی در میان احزاب سیاسی و پیشرفت طالبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای این روند و سال 2014 میلادی نگران کننده است. رئیس جبهه ملی با تاکید بر این مطلب از تلاش‌های حلقات حکومت و جریان‌های سیاسی مخالف پرده می‌بردارد که به باور حکومت و برخی از این احزاب ضربه‌های محکمی را بر روند انتخابات وارد خواهند ساخت. احمد ضیا مسعود میگوید که بسیاری از احزاب سیاسی با تلاش سودجویی از نشانی حزبشان تامین دموکراسی در کشور را فراموش کردند. آقای مسعود همچنان راهبرد حکومت را در تامین امنیت ناکارا میداند. احمد شاه مسعود، دلم برایت میسوزد که هر ساله در 18 اسمبله جارچیان بازار مکاره سیاست نامت را به حراج میگذارند. هفته شهید با مشاهره و سخن از فرهنگ و یاد بود از آنانی که برای آزادی و دموکراسی در کشور پیکار کردند آغاز می شود. قلبم نزدیک عمو فامیل شهیدا که بازماندگار هستند، زنایشان، اولادایشان، آله هم کلام شدند، مگر البته شهیدای خود اونا فراموش نمی کنن و ما هم فراموش نمی کنیم. این همه سوی استفاده ها انتقاد شاعران و نویسندگان را هم به همراه شده است. همین سوی استفاده ها از نام احمد شاه مسعود. آیا اگر مسعود زنده می بود دوستان و همرزمانش این جرأت را می کردند که خانه های مجلل میلیون دلاری بسازند؟ و اما به یک بارگی این نشست رنگ دیگری به خود گرفت و سخن از انتقال قدرت سیاسی، نگرانی ها از سودجویی های برخی از احزاب سیاسی و حکومت، چگونگی روحیه‌ای به میان آمد طالبان در یک ماه گذشته برای شدت نبرد در برابر نیروهای امنیتی و تلاش به منظور تحمیل ریاست جمهوری بالای مردم از سوی حکومت، از همین نشست بالا می گیرد. ایتی محاکم که در طول 12 سال افغانستان به خاک نشاند، امنیت فعلا خراب، ثبات سیاسی وجود نداره، طالبان هر روز قوت میگیرند، چطور امکان داره که مردم افغانستان تا 4 سال 5 سال دیگه تحمل این گروه حاکمی را بکنن که هیچ نوع وفاداری به منافع ملی و مصلحت های عام مردم افغانستان ندارد؟ هفته شهید به نام شهید احمد شاه مسعود بزرگ رقم خورده، ولی در عین زمان ای یک دریچه زمانی است در یک سال که به ما فرصت میده از تمام قهرمانان نامدار و گمنام یادآوری کنیم. گذار از مرحله کنونی و اما با مداخله های کشورهای همسایه، فرستادن هراس افغانان برای به چالش کشاندن انتخابات از سوی استخبارات پاکستان به دیگر کشورها و سالی که گواهی رویدادهای مهم سیاسی برای افغانستان است، از نگرانی هایی است که در نشست هفته شهید از آن سخن زده می شود و این همه به سیاست های نادرست حکومت پیوند داده شده است. شورای وزیران با نادیده گرفتن قانون اساسی افغانستان ماهاست که قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب نمی کند. این قانون 2 ماه پیش برای تصویب شدن به شورای وزیران فرستاده شده بود، اما تا کنون حتی در آجندای این شورا نیز راه نیافته است. اکنون دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان هشدار می دهد که حلقات در ارگ ریاست جمهوری می کوشند تا بر خبرنگاران و رسانه های کشور محدودیت های وضع کنند. دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند افغانستان است، حقی که با بهای تهدید کشته شدن و حتی نبود دسترسی لازم به اطلاعات از سوی خبرنگاران اعمال می شود. اکنون هم با آمد انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری ها می کشند تا درباره چگونگی این انتخابات و درباره حول و حوش آن بدانند. نگرانی ها اما این است که نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات این حق را صدمه بزند. قانون اساسی افغانستان هم حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده است. در بند 3 ماده 50 قانون اساسی کشور آمده است
ادوای افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اکنون هم تأخیر در تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی شورای وزیران، نادیده گرفتن قانون اساسی و نگران کننده برای حق دسترسی به اطلاعات پنداشته شده است. وقتی که یک مسئله در قانون اساسی تصریح یافته، طبیعتاً ادارات مربوط باید قانونش را آماده میکردن و سالها پیش باید به تصویب مجلس نمایندگان و شورای ملی افغانستان میرسید و نافذ میبود. متاسفانه در این زمینه هیچ توجهی صورت نگرفته. اداره امور و دانشگاه شورای وزیران به شدت علاقه داره که این قانون نهایی شود، اما این قانون باید همه جانبه و فراگیر باشه. به او دلیل تلاش مایی هست که این قانون را تا یک ماه یک نیم ماه آینده کمیته موظف طرح مقدماتش نهایی بسازه و ما آماده هستیم که را دوباره به اجندای کابینه بگیریم و این قانون نهایی شود. در حال حاضر پس از خشونت ها در برابر خبرنگاران، دسترسی نداشتن به اطلاعات چالش بزرگ دانسته می شود. نگرانی این بانو هم نبود دسترسی لازم به اطلاعات است. خبرنگار اطلاعات برای خود نمی گیره، برای مردم می گیره. بنابراین وقتی که این حق در نظر نمی گیرن، مسئولی حق مردم در نظر نمی گیرن. عدم دسترسی به اطلاعات سبب میشه که ما رسالت های خود به گونه درستش انجام نتیم و آنچه که از لحاظ اخلاقی به خاطر توازن و بی‌طرفی در خبر و در کارهای رسانه‌ای مهم است، از او در کل ما به دور بانیم. با گذشت هر روز اطلاع رسانی در کشور دشوار و دشوارتر می گردد. از یک سو میزان خشونت ها در برابر خبرنگاران تا 50% افزایش یافته است و اسای هم زمزمه های احتمال ایجاد محدودیت بر خبرنگاران سر زبان ها هستند. تأخیر در تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات اکنون بر میزان این نگرانی ها افزوده است. برای بهره‌گیری بیشتر از سازمان جهانی جاده، قرار است اکادمی ترانسپورت زمینی در کشور ایجاد شود. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در این اکادمی رانندگان به گونه معیاری در بخش اداره و مدیریت ترانسپورت، نشانه های ترافیک جاده های جهانی و زبانی انگلیسی آموزش میبینند. از سوی هم به باور نهاد 160,000 موتر باربری که خدمات لوجستیکی ناتو را در افغانستان انجام میدهند وجود دارد که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی میتوان از این موترها در انتقال کالاهای صادراتی کشور به کشورهای عضو و سازمان جهانی جاده استفاده کرد. برای نخستین بار بررسی های اکادمیک و علمی برای دریافت راه حل مشکلات ترانسپورتی در کشور به ابتکار دانشگاه امریکا در کابل راه اندازی شد. وزیر مشاور رئیس جمهور کرزی بزرگترین چالش را در برابر تنظیم ترانسپورت شهر کابل همکاری ضعیف میان نهادهای مربوط می داند و می گوید کمک کننده های بین المللی نیز کمک های خود را به موقع در اختیار نهادهای دولتی افغانستان قرار نمی دهند. کار ساخت یک شبکه آبرسانی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به هزینه 6.5 میلیون یورو از سوی بانک انکشافی آلمان آغاز شد. با گفته مسئولان محلی در این ولایت، با بهره برداری این پروژه نزدیک به 2000 خانواده از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز برای اشتراک در نشست گروه 20 بر روسیه رفت. بر بنیاد گزارش‌ها با آنکه اجندای این نشست دو روزه اقتصادی در مورد بحران سوریه نخواهد بود، اما گفته می‌شود که قرار است رهبران عضو این نشست در حاشیه با هم گفتگوهای انجام دهند. این نشست در حال برگزار خواهد شد که باراک اوباما در تلاش جلب کشورهای عضو ناتو برای حمله به سوریه است. حال هم رامین سالک با خبرهای ورزشی این ساعت. تشکر. سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی این ساعت. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا در سومین دور خود در مسابقات فوتبال کشورهای جنوب آسیا و مسافه مالدیو به میدان می رود. تیم ملی کشور ما در حال فردا سومین مسابقه خود را برگزار می کند که دیروز با پیروزی مقابل سریلانکا به دور نیمه نهایی مسابقات صعود کرد و فردا برای قرار گرفتن در صدر جدول گروه بی با حریفش مساف می دهد. این مسابقات با اشتراک 8 کشور آسیایی جنوبی از ماه روان میلادی در شهر کتمندوی نیپال آغاز شده که هفته آینده به پایان میرسد. قابل ذکر است پیش از این تیم ملی کشور ما توانسته مقام نایب قهرمان این مسابقات را کسب کند.
تیم‌های فوتسال سید جمال الدین و کارته آریانا عریفان خود را شکست دادند. مسابقات فوتسال نوجوانان که از دیروز آغاز شده، در نخستین روز این مسابقات تیم فوتسال سید جمال الدین افغان با نتیجه 3-0 تیم فوتسال انکشاف جانان را شکست داد. امید اردو 1-0 در برابر کارته آریانا تن به شکست داد. در بازی دیگر تیم‌های سید جمال الدین و کارته آریانا به تساوی در گل دست یافتند و بازی امید اردو با انکشاف جانان نیز با نتیجه تساوی 1-1 پایان یافت. این رقابت ها با اشتراک 24 تیم در غرب کابل آغاز شده که تا 20 روز ادامه خواهد داشت. ریچارد گاسکوید و رافائل نادال در بخش مردان، ویکتوریا آزارنکا و پنتا در بخش زنان با شکست حریفان راهی دور 1/4 نهایی مسابقات تنیس آزاد در آمریکا شدند. رافائل نادال اسپانیایی توانست در 3 ست و با نتایج 6-0، 6-2 و 6-2 از صد هموطنش تومی روبریدو بگذرد. در دیگر دیدار ریچارد گاسکوید فرانسوی با نتیجه نزدیک 3-2 دیوید فرر اسپانیایی را شکست داد. اما در بخش زنان ویکتوریا آزارنکا در 2 ست از صد آنچووای اسلوواکیایی عبور کرد و پنتا هم وینسی ایتالیایی را در 2 ست مغلوب ساخت. و اینکه رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 در قاره اروپا فردا شب پیگیری می‌شود. این مسابقات که در 9 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود، تیم‌های اول به گونه مستقیم راهی جام جهانی می‌شود و تیم‌های دوم به مرحله پلی‌آف این رقابت‌ها صعود می‌کنند. در اساس‌ترین دیدار اسپانیا با مساف فنلند می‌رود و در سایر دیدارها ایرلند شمالی با پرتغال، هلند با استونیا، آلمان با اتریش و ایتالیا با بلغارستان روبرو می‌شود. مسابقات جام جهانی در سال 2014 با اشتراک 32 تیم از قاره های مختلف در برزیل برگزار می شود. مهمترین ها از یک در همین جا با پایان رسید. از سعودو همراهی تان سپاسگزار هستم.